4. باور نادرست در مورد کاشت مرغ. سلام، من ازن بنی هستم، تکنسیان کاشت مرغ، و امروز میخوام در مورد باورهای نادرستی که در مورد کاشت مرغ هست با هم دیگه صحبت کنیم. هر باور رو توی یک اسلاید کامل و جامع براتون توضیح میدم که میتونی هر اسلاید رو کامل ببینی و در مورد اون باور توضیحات کامل رو ببینی و نظرت رو برام کامنت کنی. باور شماره 1، بعد از کاشت مرغ موها میریزن. در واقع سوالیه که اکثر مراجعین از همون میپرسن و براشون سوال ایجاد میشه که چرا بعضی از افراد بعد از کاشت اون اول نتیجه خوب میگیرن ولی بعد موهاشون نازک میشه و وارد فاز ریزش میشه. ببینید، موی کاشت شده هم مثل هر عضو دیگه از بدن که پیوند میشه نیاز به مراقبت و تقویت داره. حالا ما تقویت هایی که بعد از کاشت برای مراجعمون میخوایم اینه که حالا علاوه بر اینکه مراقبت های درست رو انجام بدن، تقویت هایی که لازمه اینه که در ماه اول حتما پی‌آر‌پی رو انجام بدن و از انتهای ماه دوم مزوتراپی رو شروع کنن. اگه شما این تقویت ها رو درست انجام ندید، ممکن هستش که این موها نازک بشن و حتی وارد فاز ریزش بشن. استرس ها، افسردگی و فشار عصبی هم عامل های دیگه ای هستن که باعث میشه موهای کاشت شده مثل هر تار موی دیگه ای، هر عضو دیگه ای از بدن که تحت تاثیر قرار میگه، تحت تاثیر قرار بگیره و وارد فاز ریزش بشه. پس نکته ای که خیلی برای شما مهم اینه که بعد از کاش تقویت های درست رو انجام بدید، مراقبت های خوبی از موهاتون داشته باشید و مطمئن باشید که نتیجه کاشت عالی میگیره و تا آخر عمر موها همراهتون میمونه. باور نادرست شماره 2، بهترین فصل برای کاشت مو بهار هستش. خیلی از مراجعین این سال برشون پیش میاد که حالا که هوا گرمه، یعنی فصل خوبی نیست که کاشت انجام بدیم، یا تو فصل زمستون نباید کاشت انجام بدیم. نه، همین چیزی نیست. ما بعد از کاشت ازتون میخوام که مراقبت از موهاتون انجام بدیم و در واقع این مراقبت ها هستش که در فصل های مختلف متفاوته. مثلا تو زمستون به خاطر سرمای هوا ازتون میخوام که از کلاهای مخصوص استفاده کنید و هم سرتون گرم بمونه و همین که موهای کاشت شده آسیبی نبینه. توی فصل تابستون به خاطر حالا گرمای زیادی که هست و تعریق پوستتون ازتون میخواین که روزانه یا یک روز در میون پوست سرتون رو بشورید و حمام کنید. در واقع نوع مراقبت ها متفاوت میشه و ما بهترین فصل یا فصل ویژه‌ای برای کاشت مو نداریم. باور نادرست شماره 3، حتما باید بازه زمان 30 تا 40 سال برای کاشت مو اقدام کنیم. در واقع سنی که مناسب برای کاشت مو هست زمانی هستش که الگوی ریزش موهاتون مشخص شده باشه. خیلی از مراجعینی که حالا این سال برشون پیش میاد افرادی هستن که دهه 19 تا 25 سال هستن و حالا معمولا افراد تو این بازه ممکن هستش که کل موهای سر خودشون از دست داده باشن. ما برای این افراد دیگه نمیگیم تا 35 سالگی صبر کنن، چون در واقع با گذشت زمان باعث میشه بانک موهای هم نازک بشه و آسیب دیده بشه. کسایی که الگوی ریزششون مشخص بشه، حالا فارغ از اینکه توی چند سنی هستن، یعنی توی 19 سالگی، 21 سالگی، 30 سالگی یا 40 سالگی، میتونن برای کاشت مو اقدام کنن. برای اینکه حالا تصمیم درستی بگیرید، حتما با یه تکنسیانی که خودش کاشت مو انجام میده و یا پزشکی که در این زمینه اطلاعات خیلی خوبی داره مشورت کنید. باور نادرست شماره 4، که حتما بعد از کاشت مو باید از شامپوهای خارجی استفاده کنیم. محلول ماینوکسید و فینسترات هم باید استفاده بشه. این باور اشتباهی هستش که اکثر کسایی که کاشت مو انجام میدن میخوان که از شامپوهای استفاده کنن که خارجی باشه، گرون قیمت باشه و فکر میکنن که تاثیر خیلی عالی براشون داره. در موقع ما بعد از کاشت ازشون میخوان که توی یک ماه اول از شامپو بچه فیروز استفاده کنن یا فومهای مخصوص بعد از کاشت که مواد شیمیایی مضری برای موهاشون نداشته باشه، و از ماه دوم تا ماه ششم ازشون میخوان که شامپوی استفاده کنن که مخصوص شرایط موهاشون باشه. یعنی اگه پوست سرشون چربه، از شامپوهای استفاده کنن که تعدیل کننده فعالیت غدد چربی هستش، و یا اگر پوست خشکی داره، از شامپوی مخصوص موهای خشک استفاده کنن. معمولا اکثر مراجعین از برند سریسا و لافارر که یه برندهای ایرانی هستن و قیمت خوبی دارن خیلی خوب نتیجه میگیرن، اما یک سری از افراد هستن که حالا وضعیت پوستشون متفاوته، باید شامپوهای مختلف رو انتخاب کنن، ببینن بهترین شامپو که روی پوستشون خوب جواب میده و پوست سرشون رو تمیز میکنه کدوم شامپو هستش. میگم 60% مراجعین از برند سریتا و لافارا نتیجه میگیرن، اما یه تعداد محدودی هم نیاز دارن که شامپوهاشون رو عوض کنن و بهترین شامپو رو انتخاب کنن.
استفاده از مایناکسیل و فینسترال رو من به هیچ عنوان برای بعد از کاش توصیه نمی‌کنم. چرا؟ چون نتیجه یک مثبت محدودی رو بهمون میده. اکثر کسایی که بعد از کاشت مایناکسیل و فینسترال رو استفاده می‌کنن، ممکن هستش که تو بازه 6 ماهه تا یک ساله موهای خیلی ضخیم، پرپشت و متراکم داشته باشن، اما بعد از اون که حتی به صورت تدریجی اگه قطعش کنن، یه نتیجه عالی نمی‌گیرن و موهاشون کم کم وارد فاز نازک شدن میشه. پس بهترین راه این هستش که با مکمل‌های ویتامینی که قبلاً در موردش یک کلیپ کامل و جامع برات آماده کردم، مکمل های ویتامینی رو تقویت کنید، در کنارش مزوتراپی رو انجام بدید تا موهات ضخیم و متراکم رشد کنند. در اطلاعاتی که در اختیارت قرار داده باشم بتونید تصمیم درست برای موهات بگیری، و اگر سوالی ذهنت رو درگیر کرده حتما زیر این پست برام کامنت کن تا در اولین فرصت در موردش باهات صحبت کنم. مرسی که وقت گذاشتی. خدا نگهدار.